فقط این کارو بکن، کار نکن. گپ خوکلای گفتم میتونه. اصل عمل کرد خدمت و دین را طبقه پایین میکنن. پس وقت یک نفری حقیقتا انگیزه واقعی داشته باشه، در موقعیت پایین تر خوشحال تر باشه. و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به همین شکل بودن. وقتی داستان مشهور شما شنیدین، وقتی که خالد بن ولید رضی الله عنه که از جمله شاگردان مکتب نبوت است، از طرف عمر بن خطاب از قمندانی عزل میشه، تلاشش در موقعیت یک عسکر به مراتب بیشتر میشه نسبت به تلاشش در قمندانی. یک آن تا میگه او خالد، تو خالد قمندانی هم تا روزی که دینی توقع داشت دیگه خالد را برای کار کنه. آله مرا چطور، من خالد ابن ولید هم دیگه، در هیچ جنگ شکست نخوردیم، در هیچ جنگ مرا چطور عمر گرفته پایین کده؟ ما هم نمیگه قارناز هم اینگه باشم مردم زیاده نه، این قارناز در نتیجه ضعف ایمانی است. تلاش بیش اون خالد بیشتر میشه، کسی براش میگه تو چی، تو یکقدر زحمت بیشتر میکشی؟ میگه شما فکر کردید من به خاطر عمر کار میکردم؟ من به خاطر پروردگار عمر کار میکنم. پروردگار عمر میفهمه که اگه من عسکرم باشم به خاطر از کار میکنم، و اگر قمندانم باشم برام فرقی نداره. اونا این احساسا دارن، در حالی که ما این احساسا نداریم. وزن بین افغانای مشکل بیشتر است. بین افغانای مشکل بیشتر است. اگر یک نفر فلانی صاحب بگه تو این کارو بکن، تو خوشحال میشه که سعی کنین که برای من فلانی صاحب منزلت برم. اگر برش بگی برو این کالا خورترک بکو، سنگین از برش، خیلی سنگین تمام میشه. چطور من یک کار آدم های خورترک بکنم؟ این نشانه از ریاکار بودن یک نفر است. و به می خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم مشهور از رسول الله صلی الله علیه و سلم، کارهایی را میکرد که به نظر ما، یعنی شما به منزلت پیامبر، جایگاه پیامبر و بزرگی شأن پیامبر خیلی بالا هست، با اونمو جایگاهش کارهای رسول الله صلی الله علیه و سلم در تعاملش با صحابه داشت که شاید کوچکترین ما شما از انجام اون کار شرم ما بیاید. این تعبیر میکنیم به شرم ما بیاید، یعنی چی؟ یعنی ما متکبریم، ما اخلاص نداریم. معنای اصلی گپیس دقت کردین، ما متکبریم، خدا بزرگ میدانیم، من چطور این کار رو بکنم دیگه. پیامبر این کار رو میکرد با اون شأن و منزلتش پیش پروردگار داره. انسان‌ها را خدا جایش بگذاره، پیش پروردگار منزلت بسیار بالایی داره. پیامبر کارا نمی‌کرد. باور بکنید که گاهی وقتا ما خود خرطرک می‌زنیم. دیروز با بچه‌ها گپ دادم در مورد از اینکه در خانه یک دوست ما را اذیت می‌کردیم که دوست سر تو در خانه کار می‌کنه. باز جوانان گفتن، من گفتم که اگر آدم این کارو خودش با رضایت خود بکنه خب خوب است، اما اگر از در نتیجه